اعتراض‌های صنفی و مردمی به موج فزاینده گرانی‌ها و وضعیت بد معیشتی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و تعطیلی شماری از بازارهای عمده و اعتصاب کاسب‌ها در برخی شهرهای ایران وارد دومین روز خود شده است. گزارشی از پیام یزدیان. در ادامه اعتراض شماری از بازاریان تهران به نوسانات شدید نرخ دلار و همچنین افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی که از روز یکشنبه آغاز شده، روز دوشنبه نیز کاسب‌ها و بازاریان در شهرهای تهران و کازرون در اعتراض به شرایط اقتصادی اعتصاب کرده و به خیابان‌ها آمدند. امروز 23 خرداد کاسب‌های همین حضور اعتصاب کردن، مامورا آمدن نمی‌ذارن. کسبه لاله‌زار هم با تعطیلی مغازه‌های خود و سردادن شعار از سایر بازاریان می‌خواهند به صف اعتراض کنندگان بپیوندند. ماموران یگان ویژه با کسبه و بازاریان اعتصاب کننده در لاله‌زار درگیر شدند. امروز بازاریان کازرون هم یک روز پس از اعتصاب بازاریان عراق که امروز وارد دومین روز خود شده با بستن مغازه‌های خود در محوطه بازار دست به تجمع زدند. در ویدیوهای منتشر شده یکی از ماموران انتظامی با حضور در جمع بازاریان معترض با دعوت از آنها برای بازگشت به کار میگوید که همه درگیر مشکلات اقتصادی هستیم. همه ای ما یک وضعیتی موجود اومده که اون مشکلاتی که شما دارید همه ای ما داریم. ما هم ناراحتیم از این اتفاقی که افتاده. ما هم ناراضی هستیم از این اتفاقی که افتاده. ولی این موضوعی که امروز در این شرایط اقتصادی کنونی جامعه همه درگیرشیم. همزمان با اعتراض و اعتصاب بازاریان، تجمع بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز بازنشستگان در اهواز با حمل سفره خالی در راهپیمایی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و شعار سر دادند. در بندرعباس نیز بازنشستگان مقابل استانداری هرمزگان شعارهایی علیه عملکرد ابراهیم رئیسی سر دادند. بازنشستگان در شهرستان درود در استان لرستان نیز شعارهای اعتراضی علیه رؤسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی سر داده و هشدار دادند جنبش بازنشسته آماده قیام است. شماری از این تجمع‌های اعتراضی با حمله نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده و روز گذشته نیروهای یگان ویژه در اصفهان ضمن درگیر شدن با بازنشستگانی که شعار فتنه 57 عامل فقر ملت سر داده بودند اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند. تجمعات اعتراضی اخشار گوناگون صنفی و مردمی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران همزمان با اعتصاب شماری از بازاریان در حالی ادامه دارد که هفته گذشته علی خامنه‌ای اعتراضات را به دشمنان نسبت داد و تاکید کرد که همه در کشور از نظام و حکومت جمهوری اسلامی رضایت دارند. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.